یک سال بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، روابط ایران و عراق چگونه است؟ آیا فرمانده جدید نیروی قدس سپاه توانسته جای سلیمانی را بگیرد؟ همزمان با سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراین با موشک‌های سپاه، خانواده‌های قربانیان از داغ می‌گویند که تازه مانده. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. در نخستین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، خبرنگار ما نفیسه کوهنورد به بغداد سفر کرده. به دنبال این سوال که در این یک سال چه چیزهایی در عراق و روابط این کشور با ایران تغییر کرده. در این گزارش هادی آمری، فرمانده نیروهای بدر و از دوستان نزدیک آقای سلیمانی، از پشت پرده‌های شب حمله آمریکا به کاروان او می‌گوید و هشام داوود، مشاور نخست وزیر کنونی عراق، از تغییرات در روابط بغداد و تهران. برای آنها که قاسم سلیمانی را قهرمان می دانستند، این نقطه از مسیر خروجی فرودگاه بغداد زیارتگاه تازه‌ای شده. اینجا بود که فرمانده نیروی قدس سپاه و ابو مهدی مهندس، نایب رئیس هشت شعبی، همراه 8 نفر دیگر از همراهانشان در حمله هوایی آمریکا کشته شدند. حادثه غیر منتظره که گروه های هوادار ایران را در عراق و منطقه غافلگیر کرد. هادی آمری، فرمانده سپاه بدر، که در این تصویر بین قاسم سلیمانی و ابو مهدی ایستاده و یکی از نزدیکترین افراد به این دو محسوب می شد، برای اولین بار از وقایع پشت پرده آن شب می گوید. سمعتو من الاخ العزیز الحاج ابو مهدی رحمت الله علیه. روز 31 دسامبر 2019 برادر عزیزم ابو مهدی گفت که قرار فرداش حاج قاسم به عراق سفر کنه. من مخالفت کردم و گفتم بهش بگید که الان تو این شرایط بحرانی درست نیست بیاد، به خصوص بعد از اقدام مجرمانه آمریکا که نیروهای هشت شعبی رو در مرز بمباران کرده بود. لواءین من الحشد الشعبي في منطقه الحدود. روز 29 دسامبر 2019، این پایگاه کتائب حزب الله در مرز عراق و سوریه بعد از بمباران آمریکا. حمله ای در پاسخ به راکتباران پایگاه های نیروهای آمریکایی در کرکوک که در آن 1 نفر کشته شد. آمریکا کتائب حزب الله را مقصر دانست. و این 31 دسامبر 2019، مراسم تشییع کشته شدگان در آن بمباران به آشوب کشیده شد. تظاهر کنندگان خشمگین که غالبا از حامیان هشت شعبی و ایران بودند، به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند. این ویدیویی که آن شب از داخل سفارت گرفته شده. بعضی منابع آمریکایی گفتند که همین صحنه ها سبب شد دونالد ترامپ دستور حمله بزرگتری را بدهد. از نظر بعضی مثل آقای آمری، این فقط یک بهانه بود. انا اعتقد الامریکان كانوا يخططون لاغتيال الحاج مهدي والاخ سليماني منذ فتره طويله. من معتقدم آمریکایی‌ها از مدت‌ها پیش برای کشتن قاسم سلیمانی و ابو مهدی برنامه‌ریزی کرده بودند و سفارت فقط بهانه بود. ما میدونیم چطوری عملیات نظامی میکنند. میدونیم برای عملیات ترور برنامه‌ریزی بلند مدت لازمه. ما بارها به حاج قاسم هشدار داده بودیم، اما او بر این باور بود که آمریکایی‌ها اونقدر احمق نیستند که او را تو عراق بکشند. معتقد بود که آمریکایی‌ها همه کاری میکنند که در ایران ترورش کنند. برای همین داخل ایران که بود محتاط بود و همه ملاحظات امنیتی رو رعایت میکرد. این تصویر را رسانه‌های وابسته به سپاه و هشت شعبی به تازگی منتشر کردند. ورود پرواز 501 هواپیمایی شاموینگ از دمشق به بغداد. هواپیمایی که حامل قاسم سلیمانی بود. و این دقایقی بعد، عملیات آذرخش کبود، حمله پهپادی آمریکا به کاروان او. مقامات آمریکایی در توضیح علت حمله گفتند که آقای سلیمانی برای برنامه‌ریزی عملیاتی علیه آمریکایی‌ها آمده بود. اما نخست وزیر وقت عادل عبدالمهدی در جلسه پارلمان گفت که او حامل پیامی بود برای پایین آوردن تنش با عربستان.
و این اما روایتی دیگر. من مطمئن شده بودم که حاج قاسم بعد از گرفتن پیام ما تصمیمش رو برای اومدن به عراق عوض کرده. فقط قرار بود بره لبنان و سوریه. اما بعدش فهمیدیم که ظاهراً عادل عبدالمهدی نخست وزیر وقت با او تماس گرفته و گفته فکرایی داره که میخواد با او در میون بذاره و اینطور حاج قاسم تصمیمش رو عوض کرده و از سوریه به عراق اومده بود. او به دعوت عادل عبدالمهدی اومد. من دلم میخواد یکی از عادل بپرسه که موضوع دیدار چی بوده. تا جایی که من فهمیدم او اومده بود که تنش رو با آمریکا کم کنه، نه اینکه عملیاتی علیه آمریکایی‌ها ترتیب بده. اگه میخواست عملیات انجام بده لازم نبود بیاد عراق، که میتونست بشینه در لبنان و سوریه و ایران و از اونجا عملیات رو فرماندهی کنه. اليوم اذا واحد يخطط عمليات ما يحتاج يجي للعراق، هو قاعد بلبنان بسوريا بايران يخطط للعمليه. نقشه ای در کار بود یا نه، با از میان برداشتن این مرد که نماد قدرت طلبی ایران در خاورمیانه بود، واشنگتن یکی از بزرگترین ضربه هایش را به تهران زد. این گوشه ای از حضور قاسم سلیمانی در میدان های جنگ با داعش در عراق. حضوری که برای هوادارانش نشانه قهرمانی بود، اما از نگاه مخالفانش گواهی بر تلاش ایران برای گسترش نقشش در منطقه. در نبود او دست کم در عراق، به نظر شرایط برای تهران در حال تغییر است. من به دیدار مشاور مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق آمدم. او میگوید آقای کاظمی سعی دارد رابطه عراق با ایران را باز تعریف کند. چه فرقی بین رابطه شما با آقای قاآنی در مقایسه با رابطه دولت عراق با آقای سلیمانی وجود دارد؟ سلیمانی کان یعتقد بانه قاسم سلیمانی فکر میکرد او نه تنها هماهنگ کننده امور در عراق، بلکه حتی مسئول امور داخلی عراق هم هست. برای همین هر وقت دلش میخواست میومد و میرفت. به گفته کسایی که اون رو از نزدیک میشناختن، او فرد محترمی در روابطش بود، اما فراتر از یک ایرانی در عراق رفتار میکرد و تصور میکرد مسئولیتش ورای مرزهای ایرانه. برای همین قوانین و پروتکل‌های رسمی عراق براش مهم نبود. اما درباره قاآنی، جانشین او وضع فرق می‌کنه و ما به عنوان دولت عراق او را ملزم به درخواست ویزا کردیم. ژنرال قاآنی الان با ویزا وارد میشه و با مقامات رسمی عراق دیدار می‌کنه. یعنی از در وارد میشه. اینجا در هست. وقتی هست چرا از پنجره باید وارد شد؟ گاهی در بازه و گاهی هم بسته. اما در رو باید بزنید که بهتون گفته بشه بفرمایید. یکفی ان نطلب و ندق على الباب بفرمایی تفضلوا. این روزها خیابان‌های بغداد پر شده از تصاویر قاسم سلیمانی و ابو مهدی. پوسترهایی که بیشترشان را گروه‌های نزدیک به ایران نصب کردند. شاید تلاشی برای قدرت نمایی. اما از نگاه بعضی، حادثه فرودگاه خسارت غیرقابل جبرانی برای این گروه هاست که عراق را هم با بحران بیشتری مواجه کرده. خیلی چیزها تغییر کرده. اولا، ژنرال قاسم سلیمانی شخصیت عادی نبود و نفوذش چه در داخل ایران و چه در عراق متفاوت از همه بود. اما شاید کمتر کسی بدونه که شخصیت ابو مهدی هم مهم بود. اولا اون یک عراقی بود با روابط گسترده و قوی با همه گروه‌ها و طرف‌های موجود در داخل عراق. او همچنین رابطه قوی با ایران داشت. برای همین کس قابلی که بتونه جای اون رو بگیره وجود نداره. در نتیجه تأثیر نبود ابو مهدی در عراق از نبود قاسم سلیمانی در ایران بسیار بیشتره. به نظرتون در نبود ابو مهدی کنترل این گروه ها سخت‌تر شده؟ سابقا كان من الممكن الحديث مع ابو مهدي المهندس لتهدئه الاوضاع. قبلا امکان این وجود داشت با ابو مهدی حرف زد و تنش ها رو پایین آورد و تصمیمی باهاش گرفت. اما الان طرف صحبت زیاد شده و بینشون هم نزاع و رقابته. معلوم نیست کی طرف اصلیه و کدوم ها فرعی. هیچ کدوم هم اهل تسامح نیستند. در قیاس با قبل این گروه ها استفادهشون از سلاح بیشتر شده. فشار بیشتری رو جامعه و دولت میارن و حتی باعث خوف مردم میشن. و ربما فی بعض الاحیان من یرهب المواطن اکثر.
گروه‌های تحت حمایت ایران اولین سالگرد کشته شدن فرماندهانشان را پررنگ برگزار کردند. این یکی از چندین مراسم در کربلا. اما در غیاب قاسم سلیمانی این گروه‌ها به وضوح بی سر ماندند و نقششان به نظر در عراق در حال رنگ باختن است. ایران هم وعده انتقام سخت می‌دهد، ولی معلوم نیست این موضوع تا چه حد و تا چه زمانی بر روابط ایران و آمریکا و سیاست منطقه‌ای تهران سایه بیندازد. یک سال پیش بامداد روز چهارشنبه 18 دی ماه 1398 موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران یک هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی اوکراین را در نزدیکی تهران سرنگون کرد. 176 مسافر و خدمه این هواپیما در این حادثه کشته شدند. با گذشت یک سال و با وجود درخواست‌های بین‌المللی، حکومت ایران هنوز عامل یا عاملان این اتفاق را معرفی نکرده و توضیح قانع کننده ای درباره علت شلیک به این هواپیمای مسافربری نداده. ژیار گل به سراغ خانواده های قربانیان پرواز 752 اوکراین رفته و از وضعیت این خانواده ها یک سال بعد از این واقعه میگوید. هم در این عملیات دنبال کشتن کسی نبوده. ما تصورمون این بود که امریکایی ها گارد حمله میگیرن، ولی دیدیم که نه، اینا منتظر این سیلی بودن. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران با خوشحالی محل اصابت موشک‌های شلیک شده به پایگاه‌های آمریکا در عراق را نشان می‌دهد. در این لحظه او می‌داند پدافند هوایی تحت امرش یک روز پیشتر یک هواپیمای مسافربری را سرنگون کرده، اما او اشاره‌ای به سرنگونی هواپیما نمی‌کند. دو موشک ضد هوایی سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را سرنگون می‌کند. داستان پرواز 752 اوکراین داستان 176 انسان که در این پرواز کشته شدند. هر کدام از این افراد داستان ویژه‌ای برای خودشون داشتند. پونی گرجی 25 ساله و آرش پورزرابی 26 ساله از کانادا برای برگزاری عروسیشان به تهران می روند. پونه بی نهایت باهوش بود و در کنار اون پشتکار واقعا خارق‌العاده‌ای داشت. از دوره راهنمایی وارد مدرسه فرزانگان شده بود و بعد از اونم عاشق المپیاد کامپیوتر بود. پونه در کلاس‌های المپیاد کامپیوتر در تهران با آرش پورزرابی آشنا می شود. آرش نوع رفتارش خیلی بزرگتر از سن خودش بود. از ابتدا علاقش به وسایل الکترونیکی و ریاضی خیلی زود یاد می گرفت. همیشه سوار زندگی بود. از بچگی مثل این بود که می دونست چی کار می خواد بکنه. آرش در المپیاد دانش آموزی کامپیوتر در سال 1390 مدال نقره می گیرد و سال بعد با رتبه 334 در کنکور سراسری قبول می شود. آرش در دانشگاه صنعتی شریف تهران در مقطع کارشناسی در رشته نرم افزار کامپیوتر مشغول به تحصیل می شود. همزمان پونه هم با رتبه عالی از کنکور سراسری قبول می شود. با رتبه 265 رشته مهندسی آیتی دانشگاه صنعتی شریف قبول شد. پونه، من همیشه بهش فکر میکردم، خودم فکر میکردم پونه که انقدر همه چیش خاصه، عاشقیش هم باید خاص باشه دیگه، و همین هم شد. آرش هم بی نهایت باهوش بود. یعنی من دفعه اولی که آرش رو دیدم فهمیدم که خب مثل همیشه پونه گل کاشته، یعنی تو انتخاباش، تصمیماش. یه روز یه عکس برای من فرستاد، عکسی که بچهای هم دورشون بودن با یه فلش یه عکس یه دختری رو برای من مشخص کرده بود. من فهمیدم که آرش انتخابشو کرده. پونه رو با یه کفش آلستار قرمز.
کونه و آرش با نمره عالی از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل می شوند. در رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه آلبرتا به تحصیلاتشان ادامه می دهند. راس گرینر استاد راهنمای پونه بود. خودم بیشتر تمرکزم روی مهندسی پزشکیه. پونم علاقمند بود و دلیلش این بود که میخواست به مردم کمک کنه. روی فناوری اولتراسوند برای کودکانی که دچار در رفتگی لگن هستند کار میکرد و نتایج عالی هم گرفت. بعد هم تحقیق روی تصاویر سونوگرافی برای تشخیص نارسایی کبد رو شروع کرد که شد یکی دیگه از پروژه‌های موفقش. اما پونو و آرش میخواهند عروسیشان را با خانواده و دوستان در تهران جشن بگیرند. هنگام تعطیلات سال نو میلادی به ایران باز میگردند و روز 11 دی ماه را برای عروسیشان انتخاب میکنند. خیلی ذوق داشت برای لباس عروسش. از موقعی که تو کانادا بود وقت دوست داشت میرفتن لباس میدیدن بر ما عکس میفرستاد. بالاخره لباس مورد علاقه‌اش رو پیدا کرد. دوست داشت فقط یه شبی باشه که عشقش و در واقع این خوشحالیش رو با ماها شریک بشه. همین که از آرزوهای من همون شب برآورده شد که دوست داشتم که پسرم رو تو لباس دامادی ببینم. یادآوریش برام سخته. من دختر نداشتم ولی جفت آرش دخترای من هستن. دو روز بعد از عروسی آرش و پونه، قاسم سلیمانی کشته می شود. فرمانده نیروی قدس سپاه در حمله هوایی به دستور مستقیم دونالد ترامپ در بغداد کشته شد. در 13 دی ماه خودروی او و همراهانش در نزدیکی فرودگاه بغداد با راکت پهپادهای آمریکایی به آتش کشیده می شود. انتقام می گیریم. سخت. محکم. صدای تبل جنگ در منطقه بلندتر می شود. بامداد 18 دی ماه نیروی هوافضای سپاه پاسداران به انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی با چندین موشک بالستیک پایگاه‌های آمریکا در عراق را هدف قرار می‌دهد. پدافند هوایی ایران برای حملات احتمالی آمریکا به حال آماده باش در می‌آید. که ایران حمله کرده. من پشتم لرزید. تو دل خودم گفتم حالا شکر خدا که آرش و پونه دارن میرن. ساعت 6:12 دقیقه صبح. پرواز 752 شرکت هواپیمایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی تهران پرواز میکنند. 3 دقیقه بعد هواپیما در آسمان به آتش کشیده میشود و در حومه تهران سقوط میکنند. معلوم این هواپیما همه سرنشینان آن کشته میشوند. پرواز اوکراین سقوط کرده. گفتم خدایا چه کار کنم؟ ما زار زدیم. پدر من پشت تلفنش های های گریه میکرد. پدرم گفت نه اینجا خبری نیست. ما همون روز بعدش رفتیم پزشکی قانونی. ساعتی پس از سقوط هواپیما، مقامات ایرانی علت سانحه را نقص فنی اعلام می‌کنند. هیچ تغییر فنی در هواپیما نداده بودیم. کاملا مطمئن بودیم که دلیلی وجود نداره که منجر به چنین سقوطی بشه. در اون زمان نمی‌دونستیم چه عاملی هست، اما می‌دونستیم که هرچی هست عامل خارجیه. یک روز پس از سقوط هواپیما، منابع غربی و دولت کانادا اعلام می‌کنند که هواپیما بر اثر اصابت موشک سرنگون شده است. میدونید در اون روز شوکه کننده اطلاعاتی دریافت کردیم که دلیل واقعی سقوط هواپیما رو نشون میداد که موشک هایی به یک هواپیمای غیر نظامی شلیک شده.
ویدیوهای ضبط شده و منابع اطلاعاتی غرب حکایت از سرنگونی هواپیما با موشک دارند. اما دو روز پس از سانحه، مقامات حکومت ایران بر روایت خود پافشاری می‌کنند. ولی اون چیزی که برای ما محرز هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده. شما یک هواپیمای مسافربری رو بر آسمان پایتختت بهش حمله میکنی، دست کم دو بار بهش موشک شلیک میکنی، بعد بلافاصله تمام نیروها رو میریزی در اون منطقه سقوط و وسایل مسافرین رو میدزدی، بعد با بولدوزر همه جا رو صاف میکنی. سرانجام در 21 دی ماه، سه روز پس از سقوط هواپیما، ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که هواپیمای اوکراینی بر اثر بروز خطای انسانی مورد اصابت موشک قرار گرفته است. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره. کاش نقص فنی بود. همه جای دنیا پیش میاد. ولی این مدلیش خیلی سخته. خیلی. حتی تحمل زجه‌های مردم رو نداشتیم که به سراغ ما می اومدن. هزاران معترض از جمله دانشجویان دانشگاه‌ها با شعارهای مرگ بر دروغگو علیه فرماندهی کل قوا و سپاه پاسداران شعار سر دادند. ده‌ها نفر در این اعتراض‌ها دستگیر شدند. در حالی که مقام‌های ایرانی می‌دونستن ممکنه آمریکا مقابله به منسک کنه، چرا حریم هوایی ایران بر روی این پروازها بسته نشد؟ ایران را مقصر و مسئول آنچه که آن شب اتفاق افتاد می‌دانم. موشک شلیک کردند. نه حریم هوایی را بستند، نه فرودگاه را. شکی نیست که چه کسی مسئول این حادثه است. اما من فکر می‌کنم که خطوط هوایی و شرکت‌های هواپیمایی دیگری که عصر آن شب پرواز داشتن رو هم نمیشه بگیم هیچ مسئولیتی بر دوششون نیست. برخی از خانواده قربانیان می‌گویند حریم هوایی عمدن بسته نشد. کمترین صحبتی که شده ماجرای سپر انسانی است. سناریوهای زیادی مطرح است در مورد این هواپیما. به این هواپیما شلیک میکنی در حالی که میدونی بچه ها در این هواپیما هستن، خانواده ها در این هواپیما هستن، 3 دقیقه بعد از بلند شدن از فرودگاه. برای ما خانواده قربانیان و باید برای جامعه جهانی هم مهم باشه که چطور حریم هوایی در اون شرایط بازگذاشته شد، چرا فرودگاه بسته نشد، چطور ممکنه در سال 2020 همچین اتفاقی رخ بده. باید این سوال‌های مشکل رو از خودمون بپرسیم که در اون شرایط چطور یک هواپیمای غیر نظامی با موشک‌های شلیک شده ساقط میشه. فکر کنم یک جای دیگه، یک کشور دیگه که در حد ایران باشه از لحاظ اقتصادی و سیاسی و اینا، فکر می‌کنم تعداد زیادی آدم میومد حداقل استعفا میداد بابت این ماجرا. حتی حاضر نشدن یک اپراتور رو قربانی این ماجرا بکنم. پس از 3 روز از سرنگونی هواپیما، حامد خود را به ایران میرساند. او تصمیم میگیرد پیکر همسر و دخترش را به کانادا منتقل کند. موقعی که در ایران بودیم، همون روزهای اول صحبت از تشییع جنازه های دست جمعی میشد. توی یکی دو تا شهر هم این کار رو کردند. و خانواده ها در بهت بودند، در شوک بودند. معلوم بود که چه برنامه‌ای دارن، معلوم بود که میخوان دوربین‌های تلویزیونشون رو بردارن برن توی اون خونه‌ها، معلوم بود که فرمانده‌های سپاه میخوان برن با خانواده‌های داغ دیده عکس یادگاری بگیرن، معلوم بود که اونجایی که خودشون میخوان اینها رو دفن بکنن، معلوم بود که میخوان اسم شهید روشون بذارن. میدونید یه درد بزرگ برای ما توی اون شرایط این نام رو هم روی اونا گذاشتن. شهید یک کلمه ای هست توی حالا فرهنگ ما، هم یه جایگاه خاصی داره، ولی اینکه کسانی رو
با حداقلش بیکفایتی، حداقلش با بیکفایتی از بین بردید، بعد این اس رو بخواید روشون بذارید، خیلی سخته، خیلی سخته، اصلا قابل درک نیست. به ما فقط اصطلاحاً تابوتی که با پرچم ایران و اسم شهید و شهید روش بود به ما دادن که و اومدن سنگ و چوبه سر رو گذاشتن، یعنی داشتن تحمیل میکردن. پونه انسان ویژه‌ای بود با توانایی های بسیار بالا که میتونست پیشرفت زیادی داشته باشه. میخوام مردم بدونن که جهان انسانی با روح بلند رو از دست داد. پونو آرش 5 روز پس از عروسیشان در آرامگاهی مشترک در بهشت زهرای تهران با هم دفن شدند. داستان آنها داستان ده ها مسافر است که در پرواز 752 جان باختند. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.